با عرض سلام و ادب به حضور شما دوستان کانون ایرانیان آتلانتا، در گذشت استاد محمد رضا شجریان، گنجینه گرانقدر فرهنگ و هنر ایران زمین رو به خانواده محترمشون و مردم عزیز ایران تسلیت می‌کنم. به باور من شجریان جریان سازترین، تأثیرگذارترین و محبوبترین هنرمند قرن معاصر خودشه و این شخصیت تکرار نخواهد شد. در جامعه ما موسیقی با همه فراز و نشیب‌هایی که در طول تاریخ به خود دیده و البته با احترام به همه استادان رشته آواز، باید بگویم که استاد شجریان عالی ترین نوع موسیقی آوازی این سرزمین رو خلق کرده. محمد رضا شجریان زاده مهر است، در مشهد در خانواده مذهبی که عشق فراوانش به موسیقی اون رو به مسیر دیگه‌ای هدایت میکنه، عشقی که با نام سیاوش بیدگانی به فعالیت‌های هنری اون مجال میده و سپس با نام خودش محمد رضا شجریان تداوم پیدا میکنه. همه ما میدونیم که دوستدارانش در وصف او بسیار گفتن، اما شخصیت استاد شجریان آنچنان بزرگه که نه تنها دوستداران هنر او، که حتی دیگرانی هم که به این نوع هنر نیز تمایلی ندارن و نداشتن، نمیتونن ایشون رو نادیده بگیرن. شهرت و محبوبیت او گاه از آثار هنریش فراتر میره و شخصیت او با چند دهه گذشته آنچنان گره خورده که باید درست به جاش آورد. تسلط، علاقه، شناخت نسبت به شعر و ادبیات فارسی از خصوصیات بارز ایشون بود و من به تجربه دیده بودم که بسیاری از جوانترها از شنیدن این همه لطافت و زیبایی در کلام و در آواز به دنبال مفهوم شعر و شناخت شاعران می‌رفتند، که اینها از خواص موسیقی آوازی و ادبیات غنی فارسیه که در آثار استاد شجریان به زیباترین صورت تجلی پیدا کرد. عرض شود که استاد شجریان غیر از موسیقی در هنر خوشنویسی ممتاز شمرده می شود. علاقه فراوان ایشان به باغداری، پرورش گل و گیاه و درخت انگور در باغی که در هشتگرد داشتند، زحمات زیادی کشیدند تا این انگورها به بال بشینه و درختان به گل. در نوازندگی سنتور مهارت بالایی داشتند، اما به دلیل تمرکز بر آواز هرگز به صورت جدی از این ویژگی استفاده نکردند. یکی دیگه از هنرهای ایشون ساخت سازهای مختلفی بود که در آخرین دوره‌های کاریشون در گروه شهناز نوازندگان جوان این گروه این سازها رو به کار گرفتن. طی 30 سال همکاری و دوستی من با آقای شجریان که حاصل اون نوازندگی در آثار و آلبوم‌هایی چون غوغای عشق بازان، دستان، دلشدگان، شب وصل، آهنگ وفا، رسوای دل، آرام جان، آسمان عشق، در خیال و کنسرت های مختلف در داخل و خارج کشور، از نزدیک شاهد شخصیتی قوی، پژوهنده، پوینده و انسانیتی عمیق بودم که به نظرم این شخصیت تکرار شدنی نیست و تا زمانی که زبان فارسی وجود داشته باشه شجریان هم با ما خواهد بود. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که میتونم بهش اشاره بکنم، همدلی و همراهی ایشون در گروه بود. و
مخصوصا در کارهایی که قرار بود ما به شکل گروهی این کار رو انجام بدیم، ضبط بکنیم یا این توری داشته باشیم، و یه مدت خب ما باید با هم زندگی میکردیم در واقع در سفرهایی که داشتیم. و برخلاف بعضی از اساتید و دوستان هنرمند خودش رو متفاوت نمیدید و از شعاف و نمایش دوری میکرد و در واقع احتیاجی هم به این کار نداشت. در سفر بسیار با انرژی، صاف، راحت، بدون پیچیدگی و به اصطلاح خودمونی تر بگم خیلی خاکی بودن. حقیقتا کار و سفر با ایشون بسیار لذت بخش بود. در طول سفرهایی که داشتیم از رانندگی در جاده، درست کردن صحنه، کمک صدا برداری، آشپزی، گشت و گذار تفریحی، همیشه همراه و همپا بودن ایشون. از خصوصیات دیگرشون ارتباط و همصحبتی با طیف‌های مختلف مردم از عام و خاص بود و با توجه به اینکه در زمینه‌های مختلف تجربه کافی و حرفی برای گفتن داشت، از جمله هنر، ورزش، تاریخ، شعر، ادبیات، مسائل اجتماعی، گل و گیاه، کشاورزی، نجاری، سازسازی، خوشنویسی و خیلی زمینه‌های دیگه، لذا به تجربه دیده بودم که هر کسی و با هر گرایشی اگر از نزدیک با ایشون مصاحبت و دیداری داشت به شدت تحت تاثیر قرار می گرفت و از شیفتگان اون می شد. و در حقیقت میتونم بگم شجریان گوهر و دردانه ای بود که دیگه تکرار نخواهد شد. و به قول خیام بزرگ که گفتن ای خاک اگر سینه تو بشکافند بس گوهر قیمتی که در سینه توست. به اعتقاد من استاد شجریان این گوهر گرانقدر و قیمتی برای همیشه در خاطره تاریخی مردمش جاودان خواهد بود. متاسفانه در این سالهای اخیر رفتار ناپسند عوامل قدرت رو با ایشون دیدیم و تجربه کردیم. اما مردم عزیز و هواداران ایشان به دفعات از ابراز علاقه و یادآوری نام بزرگ ایشون کوتاهی نکرد. یادش گرامی و نامش برقرار بود. من در خدمتتون هستم، اگر سوالی هست من با کمال در خدمتتون هستم. من سعی کردم به شکل خیلی خلاصه، چون واقعا این مدت خیلی در مورد آقای شجریان خیلی صحبت شده و هنرمندان، اساتید، محققین، به هر حال منم سعی کردم که یک مجموعه از خصوصیات ایشون که من از نزدیک باشون بودم و کار کردم به عرضتون برسونم. ولی اگر سوال دیگه هست من در خدمت هستم. جریان یه تصنیف بسیار زیبایی از دوست عزیزم پرویز مشکات. Thank you.
Thank you.